وقت شما بخیر، به برنامه جدید شما را خوش آمدید میگویم. بیننده عزیز، دمی دو سه روز اخیر خو میبینید که بیخی ترامپ است و امریکای به گفته خودش امریکای رو به زوال هم روی دستای خود میچرخانه و هنگام انتخاباتی است. اما او در غیر از انتخابات هم رقم بود، وقتی قدرت هم گرفته بود. بسیار دلچسب است وقتی قدرت بگیره بیا یک گپایی که زده و عدایی که داده بینید چی میکنه در اوکراین. خب البته که اوکراینی ها گفت زده که زلنسکی نتونیم چی گفته. خب برحال ایره ما مسائل خدمت شما در برنامه ساعت بعد ارائه خواهد کرد. فعلا زلنسکی ابراز نامیدی کرده که ای چی گفت بود. از هیچ جای F-16 خبری نشد. 5-6 مرجع میشه که F-16 بر شما میدیم، F-16 میدیم. حالا میگه هیچ نیست. نه او گفت، او گفت نه نه عملی نکرد، نه او وعده خود عملی مثلا چیز عمل کرد. چی دست ما خالی. هلیکوپتر حامل افسران امنیتی روسیه در روسیه ناپدید شده. ای خودش یک مثلا انفجار خبری میتونه باشه. میریم به طرف خاور میانه. کانال 12 اسرائیل گزارش کرد پهپاد یمنی که پایتخت اسرائیل زد از صحرای سینای مصر عبور کرده بود. این دیگه دوستی است. از صحرای سینا گذشته بعد از او دریای مدیترانه عبور کرده و به سواحل تل اویو رسیده هدف زده. این پهپاد در ارتفاع پایین پرواز کرده و از مسیرهای جدید استفاده کرده. و معلوم میشه که پس مدیر جنگ کاملا یعنی با تمام آسیب پذیری های جغرافیایی اسرائیل واقف است و کار میکنند. بله دیگه شک نیست. پدافند هوایی مصر و اسرائیل در شناسایی و مقابله با این پهپاد ضعف شدیدی دارند و از بیخ گوش اردوش گذشته. ارتش اسرائیل گزارش کرد که عادل حمدیه افسر اطلاعاتی شهر غزه را که مربوط حماس بود در داخل مجتمع آنروا در منطقه زیتون کشته است. اسرائیل ببینین در چی چیزا مشغول است. بعد از یک قتل عام بسیار عظیم برانداخت آله چون دستاورد و مسائل نیست، فقط تمرکز کرده روی کشتن نخبگان نظامی حزب الله و حماس. اینی را شما در یادتان باشه که جنگی که اسرائیل به این شکل میکنه جنگ میبازه. جنگ در زمین میشه، یعنی از آسمان فقط وسایل یعنی تضمین جنگ زمینی است، اما یا فقط به آسمان اتکا کردن. حالا ارتش میگه که همدیه مثلا ای از سال 2019 با حماس کار میکرد، مسئول ارزیابی های اطلاعاتی بود، در حمله 7 اکتبر هم دخیل بود و بنان ما کشف کردیم می کشتیم. خوب چیزه ایسی سریال کشتارا بود که در سلسله خبر هم خدمت شما عرض کردم. زلینسکی چی میگه؟ جنگنده های F-16 که متحدان غربی قول داده بودن که به فصل تابستان ارائه بکنن هرگز نیامدن. چی شدن؟ میگه اجدما گذشت چیزی به ما نرسید. وای چه خوب میگه. کشور زیبای اوکراینه و تحریک ناتو و امریکا به اینی حال و روز رساندن. حال میگه 18 ماست که ما F-16 منتظر هستیم. باز F-16 هیچ چیزی رو تغییر نمیده. تمام متخصصان نظامی میگه. اما ببینید اما یأس زدگی یادمه. ترامپ میگه که ایران حال به داشتن سلاح‌های هسته‌ای نزدیک شده و این مایه شرمساری دولت فعلی است. بلینکن هم گفت که ظرف 2 هفته ایران آماده ساخت بم اتم است. خب این دو موضوع میتونه داشته باشه، یا ای که مثلا یک نوع جوسازی است یا ای که واقعی است. اگر جوسازی است که هیچ، این جوسازی همیشه بوده. اگر واقعی است یک سوال است. خب پس تا او وقت امریکا و ترامپ و اینا چی کاری کرده میدان بر جلوگیریش؟
یک سوال اساسی است، پاسخ بدم. خبرنگار را باید پرسان بکنه از آن. خوب که اینطور است که میگین نزدیک شده، تکلیف شما چیست؟ ترامپ خود تکلیف اما جوابش ترامپ میده. خب اینم میگه که ما یک کشور در حال افول هستیم، یعنی به طرف سقوط روان هستیم. اقدامات بعدی خود پیشا پیش توجیه میکنه. متوجه هستید که در قدرت بیا در هر جای چنگ پرتا و دست پرتا مثل دفعه اول و بگویه که اینه ما خود در کشور در حال زوال هستیم، یعنی ما باید اول امریکا را نجات بدیم. امریکا نجاتش در درون است، از بیرون نجات پیدا کردن نمیتونه. بیرون او سابقه که بیرون نجات پیدا میکرد، در و پیکر کشورها را باز میکرد و دار دل درونش میکشید میبرد، او خلاص است. حالا اونمو درد تبدیل شده به درد درون اونا در. خب ترامپ طبیب به اصطلاح اما داخلی امریکا باید باشه برای احیای صلح، ثبات و هماهنگی در سراسر جهان. امریکا میگه باید اول خود از چنگ رهبران شکست خورده و فاقد صلاحیت نجات بدهد. منظورش تیم بایدن است. خب حالا خود نجات پیدا میکنه، سه ماه بعد خانم میاین اگر کدام چیز اتفاق نیفتد. ترم گفت که ما خو به طرف حالت نشیب روان هستیم، بحران تورمی وجود داره، توان مالی در حال از دست رفتن است. چرا؟ کل دنیا رو غارت کرده، چرا توان مالی از دست رفتن است؟ تنها از جنگ اوکراین چقدر شما پول پیدا کرده؟ از ترساندن های دنیای عرب که علی ایران شما رو میخوره میخوره، یعنی تمام ذخایر. خب او پولا که است در پیش سرمایه‌دارای بزرگ تولید کننده های اسلحه است، نه برای چیزی که ترامپ میگه به درآمد خانواده های کارگر و کم درآمد اضافه نشده. اینیج است که آل خطر، چون توازن اقتصادی، توازن بین دارا و نادار در امریکا طوری تغییر خورده که خطر شده. منابع عبری در اسرائیل میگه ما ای پهپاد آمده بود از طرف سمت لبنان، یادگار گمانه‌زنی میکنن دروغ. میگه هدفشان سفارت امریکا در تل‌آویو بوده. نی اگر از لبنان بیاید چرا سفارت امریکا رو، چرا در کاخ ریاست جمهوری اسرائیل کاخ نخست وزیری نزنن که بیشتر از نظر خبری و تبلیغاتی مثلا یک شوای بزرگ ایجاد میکنه؟ نه، وال استریت جورنال میگه که در تلافی حمایت دولت جو بایدن از حملات اوکراین در خاک روسیه، روسیه گفته بود خود پوتین که با ما با دشمنان امریکا اسلحه میدیم که استعمال کنه سرش. حالا میگه ممکن است به حوثی های یمن موشک های ضد کشتی بدهن و کار بر امریکا سخت کنن. بله راست میگه، این موضوع بسیار مهم است. 30 کشتی به اثر حملات حوثی ها تا حال دم نوما یا آسیب دیده یا غرق شده. زیاد نیست؟ بله، قبل از اینکه زیاد باشه رازآمیز است. فارن پالیسی گفته که ترامپ نام تایوان رو گرفته میره، با تایوان هم مثل اوکراین رفتار میکنه. با دلیل نارضایتی از مثلا تایوان دیگه چی میگه؟ میگه شما مو چپای کوچکی که ساخته میشد و در چیزای نرم افزاری در بسیار حساس به کار میره کلش در تایوان تولید میشه، شما او ابتکار تولیده اما مثلا چپای هادیه مثلا معلومات و انرژی ده در داخل سیستم های کامپیوتری از امریکا گرفتین. دلش از کمبور بیخ از پیش بگیره. حالا گفته که پول بپرداز. جالب نیست؟ خوب کسی را آوردن امریکا. حالا کسایی که وابسته بود با اونا اول جیبشان خالی میکنن،
باز بعد از اون با سرنوشتشان بازی میکنن. پیشتر گفتیم هلیکوپتری که حامل افسران سرویس امنیت فدرال روسیه بود از FSB در یاکوتیا در روسیه ناپدید شده. او تو ناپدید شده زدن یا اوکراینی ها زده باشند. عملیات جستجو برای یافتن هلیکوپتر رابینسون آر فور فور بسلا وان وان که بعد از خاموش شدن یک چراغ اضطراری در منطقه آلدانسکی ناپدید شده. حالا عملیات جستجو شروع شده. تا امی لحظه که خبرش خدمت شما ما رساندو چیزی به دست نیامده. مولداویا مرکز لوجستیکی بزرگ برای انتقالات سلاح به اوکراین جور شد. به اصطلاح از طریق رومانی ها می سازند. مولداوی هم دیگه قمار رو با سرنوشت خود زده میره. این ازگاه در مجاورت ازگاه برشتی مولداوی در سی سایت نظامی و مساحت 48 هکتار زمین است. اونجا ناتو دیگه پرکاری میکنه و ترمینال به اصطلاح تدارکاتی ناتو است که پل راه آهن از طریق رودخانه مرزی پرود در نزدیکی به اصطلاح روستاها قبلا کار شروع شده بود، حالا کارش دوام دادن. بریتانیا با سهم خود 2 میلیارد پوند دیگه برای تسلیحات اوکراین ارائه میده. خوب قدر که میدن چی به دست میارن؟ چیزی به دست نمیارن، فقط منتظر هستن که امی اوکراین نگاه بکنن گوشت دم تو تا که یک جرامت شوه یا یک صلح شوه، یک انتخابات امریکا ببینن چی میکنن. اما طرح اوربان چه شد؟ نخست وزیر مجارستان یادم خب بسیار زیاد در اروپا هم فشار دادن که تو مزدور چین و روسیه هستی و آل الکساندر دوچکاک یک دانشمند علوم سیاسی است و میگه که نه، طرح اوربان کاملا به سود غرب است، فقط طرحی است بسیار ایلگرانه و هوشمندانه. اوربان مرتکب اشتباهات سیستمی میگه میشه، معتقد است که امکان مذاکره با اوکراین وجود داره. دوچکاک میگه که امکان مذاکره با اوکراین اصلا وجود نداره. شما با اوکراین روی چی موضوعات صحبت میکنید؟ در صورتی که جنگ اینه در یک نقطه رسیده او به هیچ چیز قبول نداره و شما هم به اصطلاح تعهداتی را یا پیش شرطایی را عنوان کردیم که اصلا او برده نمیتانه، غیر ممکن است، پس مذاکره وجود نداره. رهبر مجارستان در این درگیری میخواه که به اصطلاح میگه که چین بیشتر پایش داخل میکنه نه امریکا را به عنوان یک واسطه، و این یک موضع معمول غربی هاست که چین در باشگاه خود را میدن که با چین به توافق برسن تا از طریق توافق با چین و بلند کردن مثلا وجه چین در باشگاه اروپایی ایره از روسها از روسیه فاصله بدن. بنان میگه اوربان بسیار یک بازی پیچیده داره. چرا ترکیه را به عنوان کلید خروج از بحران در دریای سیاه معرفی کرده؟ براستی یک دیپلماسی پیچیده ای است از ویکتور اوربان. خودشی دوچکاک میگه که این 200% با منافع اروپا منطبق است به دلیل عدم حاکمیت اروپا به اصطلاح بالای وضعیت حاکم نیست، اینا قابل قبول نیست برشان که نشوه که اروپا با این طرح یک دم همه چیز ببازه. اونا از اراده واشنگتن و روسیه ترس دارن. نیروهای در امریکا وجود دارن که با توقف درگیری موافقت میکنن تا کیف زنده بمانه. کیف زنده بمانه و بخش اعظم قلمرو اوکراین بعد از صلح یا بعد از جنگ یا بعد از توافق تحت کنترل غرب باقی بمانه. اینمی موضوع را روسیه قطعا قبول نداره و به جنگ ادامه خواهد داد. بنان حال منتظر هستن اوکراین طوری گرفتن برای روسیه میگن خب
پیش خود میگن که وقتی بسیار اوضاع بد شد دیگه راهی نماند، باز میشینیم صحبت میکنیم. ما فکر نمیکنیم که روسیه صحبت بکنه. تا اون زمان این صحبت دم 2022 شد، اما خوب چانس بود. حالا باید زمین بدن تا که یک رای پیدا شود. همونطور نیست؟ زلنسکی و ترامپ خب قرار بود که با هم صحبت بکنن. ترامپ بسیار یک تهاجم لفظی داره علی زلنسکی. زلنسکی بسیار خسته شده و میفهمه که ادبیات ترامپ چه قم ایره ناراحت میکنه. یعنی در حال کنار زدنش هست، در حال فروختنش هستن. این موضوع را بعدا خبر آمده که ما ترجمهش میکنیم. در گزارش بعدی ما میگیم که زلنسکی که با ترامپ صحبت کرده چی گفته، جزئیاتش از زبان خودش برای شما نقل خواهم کرد. اما یک چیز گفته پیش از پیش که نه ترامپ نه هیچ کس دیگه ما را به انجام یک کار مجبور ساخته نمیتونه. پیشاپیش رد کرده. البته این اشاره و اما تحکمات ترامپ است که میگه ما با یک تلفن گرفتن حل میکنیم. زلنسکی چی از کل ایر از او بسار دماغ از او برخورده. نه ترامپ نه هیچ کس دیگه ما را به انجام یک کار مجبور کردن نمیتونه. اما واقعیت چی است؟ واقعیت است که زلنسکی اشتباه میکنه با انجام کارهای بسیار بدتر از این مجبور خواهد شد. متاسفانه چرا؟ شکست آمده، جنگ باخته شده.